درود به همه عزیزان. در بین همه خبرهای بدی که داره به صورت صاعقه منتشر میشه از داخل ایران، از اوضاع ایران، از اوضاع مردم، از اوضاع بین‌المللی کشور ایران، یه خبر خوبی دیشب منتشر شد، اون هم به درک واصل شدن یک مهره کثیف، یک آشغال، یک ایران ستیز، یک اهریمن به معنی واقعی کلمه به اسم ایرج پزشکزاد بود که خبر به درک واصل شدنش منتشر شد. همه ایرانی ها میدونن، امروز دیگه میدونن که کشوری مانند انگلستان، استعمار پیر، اهریمنی به نام انگلستان، قرن هاست که چشم طمع به آب و خاک ایران داره، جنایت های فراوانی در ایران انجام داده. از دوران قاجار بگیرید، جنایت هایی که در ایران توسط انگلستان رقم خورد، اون کتاب خزعبلی که به اسم انوار البهار، کتاب آیت الله مجلسی، آخوند مجلسی، اگه خاطر دوستان باشه، اصلا از اتاق فکر انگلستان اومده بیرون که بعد از 300-400 سال هنوز که هنوز ملت ایران درگیر اون خرافات و مزخرفات در اون کتاب هستن. بحرین رو انگلستان در زمان قاجار از ایران جدا کرد. در زمان جنگ جهانی اول قحطی مصنوعی که انگلستان با همکار شوروی در ایران شکل دادن، 10 میلیون ایرانی رو اون زمان کشت انگلستان و این اولین و بزرگترین هولوکاست جهانی که توسط انگلستان در ایرانی کشی رقم خورد و متاسفانه ایران ستیزان و چپیها و اهریمنان 57 هرگز به این موضوع توجه نمی کنن. در فاجعه یا در اتفاق اشغال ایران توسط نیروهای متفقین، انگلستان بسیار بسیار جنایت کرد، بسیار بسیار خیانت کرد. سربازهای انگلستان در خاک ایران، ایران رو اشغال کردند و چه جنایاتی که در حق ملت ایران نکردند. بیایم جلوتر، در شهریور 1320 نقش کثیف انگلستان در تبعید رضا شاه بزرگ و اون اتفاقاتی که رقم خورد. باز بیایم جلوتر، در داستان 25 خرداد کودتای محمد مصدق و سلطنه، مهره کثیف انگلستان و اون اتفاقات. و بیایم همینجوری به تاریخ، در طول تاریخ که بیایم جلو، نقش کثیف انگلستان رو یا دست‌های خونالود انگلستان رو در آب و خاک کشور ایران دیگه امروز همگان بهش واقف هستن. حالا یک مهره کثیفی به اسم ایرج پزشکزاد میاد در همون زمانهای دو دهه گذشته از اون قحطی بزرگ میاد و مأموریتی که بهش داده میشه از وزارت امور خارجه ایران در انگلستان، دولت انگلستان برای اینکه بتونه نقش خودش رو تطهیر کنه، برای اینکه بتونه جنایت‌های خودش رو از حافظه مردم ایران پاک کنه، میاد و یک رمانی رو مینویسه، میده به ایرج پزشکزاد و این ایرج پزشکزاد به نام خودش این رو منتشر میکنه به اسم دایجان ناپلئون. و یک عده ایران ستیز، اهریمن دیگه‌ای به اسم هنرمند، در دهه 50 میان و این رو تبدیل به یک سریال تلویزیونی میکنن به اسم سریال دایجان ناپلئون، که تمام تلاش این سریال اینه که و این کتاب اینه که دست انگلستان رو پاکیزه کنن از جنایت‌هایی که در ایران انجام داده، از خیانت‌هایی که به ملت ایران کرده، از شهرهایی که از ایران انگلستان تجزیه کرد، از بحرین، از هرات، از شهرهای قفقاز و اتفاقاتی که رقم خورده. تو این سریال دایجان ناپلئون اومدن تمام تلاششون رو کردن که بیان انگلستان رو یک کشور پاک و منزه نشون بدن و هر کسی صحبت از توطئه انگلستان یا جنایت‌های انگلستان میکنه رو مسخره کنن به اسم مشقاسم و دایجان ناپلئون و امثال اینها، و این دستای خونالود انگلستان رو بتونن در اذهان عمومی پاک نشون بدن و همیشه بگن کرم از خود درخت، ایرانی ها توهم توطئه دارن و امثال هم. یادتون نره در دهه 50 زمانی که سریال دایجان ناپلئون پخش میشد و روی ذهن جامعه داشت کار میکرد که انگلستان هیچ نقشی نداره در اتفاقات در ایران، در کشتار مردم ایران و و و و، همون موقع شاهنشاه آریامهر صحبت از ارتجاع سرخ و سیاه میکرد. همون موقع شاهنشاه آریامهر با خبرنگاران، با مقامات انگلستان و امثال هم مصاحبه های آتشین رو انجام میداد و در صحبت های شاهنشاه مشخص بود که داره چه چیزهای تاریخی رو بیان میکنه، اما در قسمت صدا و سیما یا در قسمت تلویزیون ملی مزخرفی به اسم دایجان ناپلئون منتشر میشد. دایجان ناپلئون منتشر شد که فاجعه 57 رقم بخوره. دایجان ناپلئون منتشر شد که بعد از فاجعه 57 ابلهی به نام سید روح‌الله خمینی بیاد و در همون ابتدای ورودش به ایران شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا بده و تا همین امروز بعد از 43 سال
پشت این شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا، جمهوری اسلامی که دست نشانده انگلستان و دیگر همکارانش هست، منافع و منابع ملت ایران و کشور ایران رو غارت کردن برای سیاست‌های همون انگلستان، همون اسرائیل و همون آمریکا و همون شوروی و روسیه و امثال هم. بنابراین ما نسل جدید برای اینکه بخوایم آگاهی خودمون رو به جامعه خودمون نشون بدیم و تزریق کنیم و به جامعه جهانی نشون بدیم، زیر بار این مزخرفات، زیر بار این ایران ستیزان، زیر بار نوشته های این ایران ستیزان دیگه نمیریم. برای نسل ما که دست پخت امثال ایرج پزشکزاد شد جمهوری اسلامی، چیزی از این مزخرفات به عنوان ادبیات، به عنوان شاهکار هنری و امثال هم جایی نداره. از نظر ما ایرج پزشکزاد و ایرج پزشکزادها و مجموعه افرادی که در سریال دایجان ناپلئون بازی کردن و افرادی که امروز دارن روی اون سناریو هنجلان کار میکنن، خائن به کشور ایرانن، خائن به ملت ایرانن و مهره کثیف انگلستان هستن. فرق ایرج پزشکزاد که جنایت های انگلستان در ایران رو ماسمالی میکنه با آیت الله بی بی سی چیه؟ اگر آیت الله بی بی سی، اگر ایرج پزشکزاد آدم محترمیه، پس آیت الله بی بی سی هم آدم محترمیه. چرا با آیت الله بی بی سی اعتراض میکنید؟ اما ایرج پزشکزاد که سناریو انگلستان رو پیاده کرد، چه در کتابش و چه در سریالی که بعداً ساخته شد و اومد نشون داد که انگلستان هیچ نقشی در ایران نداشته و اصلا یک کشور به قول معروف برای خودش گل و بلبلی بوده و هیچ دخالتی در امور ایران نداشته، اگر ایرج پزشکزاد آدم محترمیه، پس باید بگید بی بی سی هم آدم محترمیه. بنابراین این واکنش نسل جوان به این اراذل اوباش 57، این چپها، این ایران ستیزان که تک تکتون هر زمانی که بمیرید باعث شادی مردم ایرانه. ما مردم ایران شاد شدیم وقتی بنی صدر به درک واصل شد، ما شاد شدیم وقتی اردشیر زاهدی خائن به درک واصل شد، ما شاد شدیم وقتی ایرج پزشکزاد به درک واصل شد، ما شاد شدیم وقتی احسان یارشتر و امثال اون اراذل اوباش یا باقر پرهام و اینها به درک واصل شدن. مردم ایران، اگر فکر میکنید به اون درجه آگاهی رسیدید، اگر فکر میکنید متوجه شدید که سال 57 از کجا ضربه خوردید، مقابل این ایران ستیزان بیستید. نذارید از پزشکزاد و پزشکزادها برای ما بت بسازن که این بت‌ها پایه‌های ایران رو ویران کرده. یک بار برای همیشه ما باید بیستیم، بگوییم این را، هر مزخرفی که سال قبل از 57 این اراذل اوباش چپی نوشتن حتما درست نیست. چپ، اندیشه چپ، طیف چپ و اون روش انفکران چپی که با پول ملت ایران به خارج از کشور اومدن که درس بخونن، دانششون رو تیشه و برداشتن ریشه ایران رو زدن، این افراد جایی در دل ایران و ایرانیان ندارن، جایی در بین ادبیات پارسی ندارن. ادبیات پارسی نیازی به افرادی مانند ایرج پزشکزادها نداره. ادبیات فارسی شاهنامه رو داره، شاهنامه ها رو داره، ما صادق هدایت ها رو داریم، ما احمد کسروی ها رو داریم. ما نیاز به این اراذل اوباش مثل ایرج پزشکزاد، مثل علی شریعتی، مثل جلال آل احمق و دیگر ایران ستیزان 57 و قبل از 57 نداریم. ایرج پزشکزاد به درک واصل شد و این به درک واصل شدن برای تک تک اون 57 ها هست، ایران ستیزان هست. مطمئن باشید از مرگ شما ملت ایران شاد میشن، چون شما ایران رو ویران کردید و همه تون به خارج از کشور مسافرت کردید، در خارج از ایران با پولی که از ارباباتون گرفتید بهترین زندگی رو گذروندید. یادتون هم نره این انگل به اسم ایرج پزشکزاد 96 سال سنش بود. البته اون زمانی که سجل اومد زمان رضا شاه، این آشغال 20 سالش بوده، رفته شناسنامه گرفته، حالا میگه 96 سالش بوده. راز طول عمر این اراذل اوباش ایران ستیز میدونید چیه؟ همشون میدونید چیه؟ راز طول عمر این اراذل اوباش خیانت به ایرانه. اینها خیانت کردن، نتیجهش رو دیدن، امکاناتش رو بردن و مردم ایران بودن که بدبختیش رو کشیدن و کشور ایران بود که به خاطر تشعشعات ذهن بیمار این اراذل اوباش نابود شد. بنابراین ایرج پزشکزاد و ایرج پزشکزادها
هرگز برای ملت ایران یک وطن پرست نیستن، نبودن و نخواهد بود. پاینده ایران، جاوید شاه.